جناب عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم، پیرامون گزارش و خبر اولمون دعوت به عمل آوردیم. جناب اسماعیلی سلام و خوش آمدید به اخبار شبانگاهی. سلام بر شما، سلام بر بینندگان شما. ممنونم، زنده باشید. جناب اسماعیلی، با توجه به افزایش بحران سوء تغذیه در افغانستان، چه اقداماتی از سوی جامعه بین المللی و کشورهای اسلامی برای کمک به کودکان و زنان باردار در این کشور که تحت فشار شدید قرار دارند ضروری است؟ بفرمایید. اجازه بدین که اول یک تفصیلی بکنیم در قسمت که دلیل این موضوع چی است. علت اصلی بحران سوء تغذیه یا فقر شدید اقتصادی در افغانستان نبود یک دولت مسئول، مشروع و قانونی است که هیچ گونه مکانیزم نظارتی و پاسخگو بر علیه حاکمان فعلی یا بالای حاکمان فعلی وجود ندارد. و می خاطر هم است که دولتی که فعلا به عنوان دولت افغانستان از طرف طالبان حاکمیت میکنند، این هیچ گونه مسئولیتی در قبال مردم ندارن. اینا یک گروه تروریست افراطی که با دولت جمهوری اسلامی افغانستان قبلا می جنگیدن و بساس یک پروتکل نامشروع از سوی امریکا اینا فلان در افغانستان حاکم شدن. اینا هیچ گونه خود مسئول و پاسخگو در قبال مردم نمی دانن، چنانکه در اوایل حکومت هم زمانی که مردم اعتراض کردن به خاطر نبود کار و به خاطر مشکلات اقتصادی گفتن که خداوند شما را خلق کرده و روزی شما را خداوند میده، ما کدام مسئولیت اعتبار نداریم، یعنی خودشان را تبرئه کردن. و بنابراین این همین بحث است. بحث دومیش هم موجودیت تحریم هاست و نبود کار و فلج شدن اقتصاد خانواده هاست که ما وقتی کار نبود، وقتی اقتصاد نبود، سوی تغذیه و اقتصاد خراب باعث تغذیه و باعث ناهنجاری زیادی میشن که متاسفانه فعلا ما در افغانستان دامنگیری موضوع هستیم مردم ما. و اینکه مرد سازمان های جهانی یا سازمان ملل یا کشورهای اسلامی در یک قسمت یا کشورهای جهانی یا کشورهای همسایه چه مسئولیت دارن؟ بله بله بفرمایید. چنان که سعدی علیه بنی آدم هم از یک گوهرن چود و نیز یک جوهرن، همه اعضای یک دیگر هستیم. بالاخره این اجاب میکنند از نظر اسلامی و از نظر انسانی که کشورهای اسلامی و جامعه جهانی اینا به سهم خودشان، مخصوصا دولت ایالات متحده آمریکا که همین وضعیت فعلی رو به وجود آوردن و مسبب اصلی آنها هستن، باید از طریق سازمان ملل و سازمانهای خیریه به کمک مردم افغانستان بشتابند تا این موضوع در کوتاه مدت حل شود. ولی برای بخاطر حل بلند مدت این موضوع باید یک حکومت مسئول و قانونی به وجود بیاید تا زمینه سرمایه گذاری و کار برای مردم افغانستان فراهم شود تا اقتصاد خانواده ها بالا برند و این موضوع ریشه‌کن شود. در غیر آن ما تازه در شروع کار هستیم. ممکن است اگر در سالهای آتی همین حکومت کارش ادامه پیدا بکنه و همین دولت فعلا به همین قسم پیش بره، ما شاید بحران بدتر از این خواهیم بود. بله ممنونم، با تشکر از عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم، که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.